سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح شنبه 3 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی در ایران است. کمتر از یک ماه دیگه به تغییر سال و سال نو باقی مونده. برابر با 9:30 جمعه شب 21 فوریه 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، در برنامه هفتگی فرهنگ جامعه دکتر مهدی آقا زمانی در ادامه موضوع اعتماد بین افراد میگوید اون چیزی که به رابطه اعتماد میده پنهانکاری نکردنه، و اون چیزی که یک فرد رو مجبور میکنه که رو به پنهانکاری بیاره فضولی و مداخله بی جای طرف مقابلش در مناسبات معقول اوست. اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست. شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه فرهنگ جامعه، بخش 50، بخش پایانی این سلسله گفتگو خواهد بود. همراه دکتر مهدی آقا زمانی، جامعه شناس مقیم کالیفرنیای آمریکا، موضوع اعتماد بین افراد را به سرانجام میرسانیم. این اعتمادی که فرمودین البته الزاماً در این ارتباط نیستش که خب تردید بکنه که اون طرفش با فرد دیگه یا حالا دوست دیگه گرفته باشه که بخواد احیاناً جایگزین بشه. میتونه بی‌اعتمادی‌های اجتماعی دیگه باشه، بی‌اعتمادی‌های مالی باشه، یا ناشناخته بودن از این که اصلا ندونه فرض کن شوهرش، زنش، شغلش چیه، بیرون که میره کجا میره، چیکار میکنه، یا مثلا درآمدش از کجا میاره، چقدر قابل اعتماد هست دوستان اون، یا مثلا فرض بکن با جاهای خطرناکی حالا به عبارت خودشون سر و کار داره یا نه، این هم هست. اما خیلی ها آقای دکتر زمانی میگن خب وقتی که چنان که شما هم گفتید ازدواج یا با هم بودن، زوج بودن، زندگی مشترک داشتن به معنای خریدن یا مالک طرف بودن نیست، لذا حالا اگر بخوایم محدود کنیم صحبتمون رو به رابطه، بنابراین او طرف من آزادی که اگر احیانا رابطه از نظر خودش بهتری پیدا کرد بره، و طرف مقابل حق دخالت نداره، حق اعتراض نداره. من یک بار فکر کردم آزادی اینطوری، آزادی فردی اینطوری به اندازه‌ای هست یا مرزش اونجاست که طرف مقابل رو آسیب نزنه، آزادی‌های او رو از بین نبره، یا قراری که با هم گذاشتن رو لطمه نزنه. شما نظرتون چیه؟ ببینید خانم رحیمی، فرمایشات شما بسیار فرمایشات قشنگی هست و خیلی هم آرمانی، ولی فراموش نکنید که اگر قرار هست من وارد زندگی با یک دختری بشم یا یک دختری وارد زندگی با من بشه و بعد من همیشه منتظر این باشم که یک فرصتی بهتر از این خانم پیدا کنم، این خانم رو بگذارم برم، یا اون خانم فکر کنه که همیشه باید مترصد پیدا کردن فرصتی بهتر از من باشه تا من رو بگذاره و بره سراغ نفر بعد، اساسا اینجا مفهوم وفاداری میره. ببینید همه این قیودی که ما استفاده میکنیم، آزادی، وفاداری، داشتن تعهد و ده ها مسئله دیگه، قیودی هستن که در رابطه مثل حلقه های زنجیر به هم پیوند خورد و هر کدوم از اینها که شکسته بشه این زنجیر از هم میپاشه. اساسا تمام مناسبات اخلاقی انسانی مناسبات نسبی است و طبیعتا بر اساس همین مناسبات نسبی هم هست که آدم ها در شرایط گوناگون رفتارهای گوناگونی رو از خودشون نشون میدن، یا بر اساس پیش شرط های متفاوت منشأ اتفاقات و اثرات متعدد و مختلف دیگری میشن. پس فراموش نکنیم که مفهوم آزادی، مفهوم داشتن حریم خصوصی بخشی از یک رابطه هست که تمام مفاهیم دیگه اون هم بایستی توی این رابطه معنا پیدا کرده باشه. همونجور که شما اشاره کردید ممکنه این فقط به مفهوم عدم اعتماد یا اعتماد به اینکه فرد مقابل با کس دیگری از جنس مخالف خودش هست یا نیست نباشه. در مناسبات اجتماعی، شغلی، حرفه‌ای، اقتصادی و ده ها مسئله دیگه معنا پیدا کنه. اما در نهایت اون که در کانون خانواده حرف آخر رو خواهد زد
این مسئله است که آیا پارتنر من، آیا شریک زندگی من با من در یک رابطه سالم هست؟ این رابطه سالم به مفهوم مناسبت معین و داشتن اشتراک در کلیه امور با حفظ حریم خصوصی. اون چیزی که به رابطه اعتماد میده پنهانکاری نکردنه، و اون چیزی که یک فرد رو مجبور میکنه که رو به پنهانکاری بیاره فضولی و مداخله بی جای طرف مقابلش در مناسبات معقول اوست. اگرچه بسیاری از افراد، متاسفانه من به نوبه خودم در همین شهر لس‌آنجلس مردان کثیفی رو میبینم که با داشتن زن چشمشون دنبال زنهای دیگری است. پس ببینید با بودن نمونه های از این دست هیچ شخص انسان نمیتونه خودش در این شرایط قرار بده که من در امنیت حضور دارم. اما فرد عاقل کسی نیست که رابطه خودش رو، همسر خودش رو، دوست دختر خودش رو، دوست پسر خودش رو در شرایطی قرار بده که با ایجاد اعتماد مشترک و حس وفاداری و تلاش برای داشتن یک آینده بهتر این ذریبه های خطر رو ازش بگذرند و همیشه این اعتماد به طرف مقابلش داشته باشه که تا زمانی که او با قدرت عشق همراهه هرگز هیچ موریانه توانایی خوردن ستون اعتماد رابطه اونها رو نخواهد. من میتونم جمع‌بندی بکنم اگر اجازه داشته باشم، نتیجه بگیرم به زعم خودم که اگر شفافیت بین رابطه باشه، نه طرف احساس بی‌اعتمادی میکنه و اون یکی طرف احساس ترس و نگرانی میکنه و در نتیجه هر دو مسئله با شفاف بودن رفع میشه یا به حد اقل میرسه. بسیار ممنونم آقای دکتر زمانی عزیز، تا فرصت بعد. قدرشناس زمانی هستم که در اختیار من دارم. این صدای آمریکا در واشنگتن است.